شهرت پالتوی پدر بزرگ تنم بود یقش رو زده بودم بالا که گردن دراز و لاغرم رو بپوشونه سرما انداخته بودم پایین کجکی نشسته بودم رو چارپایه نور تند و داغ نورفکن افتاده بود رو صورتم جوری که داشت کبابم میکرد به چیزای غمگین دنیا فکر میکردم غم غصه های حال و آینده رو اوورده بودم پیش چشمم دلم میخواست فلاکت از چشم و چار و پیشونی و لب و لوچم بزنه بیرون و چه بهتر که قطره اشکی بشینه گوشه چشمم و همه این حال و بیفته تو عکس مرتز عکاس که از لب و لوچه ناجور و غم زورکیم خندش گرفته بود گفت اخما تو واکن درست بشین عکست خراب میشه بلند شدم و گفتم میخوام تو عکس غمگین باشم اگه نمیتونی عکس آدم غمگین بگیری برم جای دیگه خودت میدونی عکست خندهدار میشه کاری کن که خندهدار نشه جوری باشه که هر کی نگاه کنه بگه هم زندگیشو سیاه کرده فایدهش چیه؟ میخوام عکس هم با شعرم بفرستم برای مجله ها شعر چه ربط داره به عکس؟ شعرم غمگینه میشه که شعر از غم و درد حرف بزنه اون وقت شاعر تو عکسش هر هر بخنده؟ نه نمیشه ولی تو وقتی شعر میگفتی غمگین بودی همیشه که غمگین نیستی حقش بود تو اونجا باشی همون موقع که شعر میگفتم ازم عکس بگیری حالا که نبودی من مجبورم اینجا غمگین باشم تازه کلی تو آینه خودمون تمرین کردم تا تونستم خودم رو اینجوری بسازم خیال کردی علکیه؟ عکاس که حریف من نشده بود شونه بالا انداخت و گفت هر جور خاصی بشیم به من مربوط نیست پس فردا نیایی بگی عکسمو خراب کردی باشه باز نشستم روی چارپایه قیافه غمگینی گرفتم عکاسم کمی این ورون ور کرد عکسو گرفت و خودشو خلاص کرد پالتو رو درآوردم عرق پیشونیم و پاک کردم تابستون بود و هوا گرم پالتو فقط مال عکس گرفتن بود که هیکل لاجون و گل گردن باریک و لاغرمو بپوشونه عکس که آماده شد به هیچ کس نشون ندادم فکر کردم پیش از چاپ مزش میره حتی نشون بیبی بی هم ندادمش کارم شده بود فرستادن عکس و شعر برای مجله ها اینقدر شعر و عکس فرستادم و انتظار چاپشونو کشیدم که پدرم در اومد هر روز دم تنها روزنامه فروشی ولایتمون علاف بودم تا چشم روزنامه فروش رو دور میدیدم فوری مجله تازه رو ور می داشتم تونتون ورق می زدم که چشمم به عکس و شعرم بیفته اما خبری نبود روزنامه فروش که میدید دید بد جوری موی دماغش شدم توپید بهم که مگه تو کار زندگی نداری؟ روزنامه مجله میخوای بخر نمی برو پیکارت؟ ولی من از رو نمیرفتم و باز دور و بر بساتش میپلکیدم چشمشو غافل میکردم و باز میرفتم سراغ مجله ای یه بار هم اون چشم منو غافل کرد تا اومدم مجلهشو بردارم و ورق بزنم پرید که دستام بگیره و حسابام برسه مجله رو انداختم سر جاشو مثل تیر در رفتم رفتم اون خیابون واسدم و نگاش کردم برام خط و نشون کشید که وای به حال اگه این دور رو برا پیدات بشه قلم پاتو خورد میکنم بیکاره مزاحم بلند گفتم خیال کردی من بیکارم وقتی شعرم تو مجله چاپ شد میفهمی با کی طرفی اگه امثال من نباشن مجله ای چاپ نمیشه که مردم بخرن بخونن اون وقت تو نون از کجا میاری بخوری حرفمو زدم و رفتم خونه از روز بعد دم بسات روزنامه فروش نمی اومدم می رفتم اون دورا می ایستادم تا مشتری مجله می خرید مثل قرقی می پریدم جلوش بهش التماس می کردم که مجله رو چند دقیقه بده به من نگاش کنم و ببینم از شعر عکسم خبری هست یا نه پول و پله فراوونی تو دست و بالم نبود که همه مجله رو هر هفته بخرم هرچه روزا و هفته ها می گذشت قصه و ناامیدتر می شدم گاهی توی خواب می دیدم که عکسم چاپ شده اما صورت عکس سفید سفید و شعرم غلط چاپ شده هی hey, هرس میخوردم و از خواب میپریدم دلم میخواست پر میگرفتم و میرفتم تهران تو مجله از سردبیر میپرسیدم پس چی شد عکس و شعر من مگه به دستتون نرسیده همش تو فکر بودم هی hey, زیر لب دندون قروچه میرفتم و به سردبیرا بد و بیرا میگفتم هرچه بیبی میپرسید چه مرگته میگفتم چیزی نیست بالاخره درست میشه بی بی سگرمه هاشو میکشید تو همو میگفت چی درست میشه مگه چیزی خراب شده که درست بشه خودم میزدم به اون را می میخندیدم و سرطه قضیه رو یه جوری به هم می آوردم. میخواستم وقتی شعر و عکسم چاپ شد نشون بدم و چارشاخ بمونه یه روز صبح پشت درخت نزدیک های بسات روزنامه فروشی واسده بودم کیشیک میکشیدم که کسی بیاد مجلهی بخره بپرم جلوش و ببینم قضیه چه قراره بالاخره آقای میان سال و چاق و چله اومد و مجله تازه خرید. صبر کردم. وقتی خواست از جلوم ردشه خیلی سنگین و بدون ذره ای دست پاچگی رفتم جلوش و سلام کردم. همون جور که مجله رو ورق میزد و میرفت سر برگردوند و جواب سلامم و داد. لبخند محبت آمیزی زدم و گفتم میبخشید آقا میشه چند دقیقه مجلتون رو لطف کنین نگاهی بهش بندازم و انتظار کشیدم تا مجله رو لطف کنه آقا کمی من و من کرد به قد و قوارم نگاهی انداخت و عاقبت از رو رفت و مجله رو داد دست من مجله رو گرفتم تون تون ورق زدم دلم میلرزید، لرزید نفسم رو تو سینه نگه داشته بودم آقا پا به پا می شد و انتظار می کشید که من زودتر کلک کارو بکنم و مجله رو بدم دو تا ورق مونده به آخر یک هو تو صفحه نامه های خوانندگان چشمم به شعرم افتاد عکس من بالاش بود اول خیال کردم خواب میبینم یا اینکه چشمم عوضی میبینه چشمام و مالیدم دوروبرمو و نگاه کردم دوباره چشم انداختم به عکس و شعرم دیدم خودشه عکس و شعرم تو مجله است آقا بر رو بر نگام میکرد لابد تو دلش میگفت یارو دیوونه شده پاها میلرزید از خوشحالی از ذوق از تعجب نمیدونم از چی آقا چند بار گفت مجله رو بده برم گوشم حرفش رو نمیشنید عقب عقب رفتم تکیه دادم به دیوار غرق تماشای عکس و خوندن شعرم شدم آقا همینجور نگام میکرد لب و لوچش رو کشته بود تو هم اومد جلو و گفت بده من مجله رو میخوام برم دستش گرفتم بازوش رو ماچ کردم و گفتم شعر و عکس من تو این مجله چاپ شده شما اونو خریدی نه از شما ممنونم ببین این عکس منه اینم شعرمه خودم شعر رو گفتم میخوایم بلند بلند براتون بخونم من شاعرم معروف شدم شما الان روبروی شاعری وایستادین که تو مجله مورد علاقتون شعرش چاپ شده خوشا به حالتون من هنوز از نزدیک شاعری رو ندیدم که عکس و شعرش تو مجله چاپ شده باشه این از قضای روزگاره که شاعر درست روبروی شما وایستاده و شما دارین میبینینش شانس وردین میخواین کنار عکسم رو براتون امضا کنم که یادگاری داشته باشین؟ نمیدونستم چی بگم همینجور چرت و پرت میگفتم دست پاچه شده بودم آقا حوصلش سر رفت مجله رو از دست من کشید نگاه عجیبی به من داخت راهش رو کشید و رفت دویدم دم روزنامه فروشی نه سلامی و نه علیکی چند تا از همون مجله که شعر عکسم تو شاب شده بود وردشتم بنا کردم به ورق زدن روزنامه فروش پرید مچ دستمو گرفت و گفت چیکار میکنی بچه گفتم من بچه نیستم و شاعرم شعرم با حروف چاپی تو این مجله است بیا ببین افتخار کن که یکی از هم شریات نگذاش حرفم تموم شه مجله ها رو از دستم قاپید و گفت من این چیزا حالیم نمیشه مجله میخوای پول بده بخر زودترم اینجا رو خلوت کن بذار به کار و کاسبیمون برسیم مجله ها رو گذای سر جاش از بیزوقیش داشت خون خونم رو میخورد تو دلم گفتم آدم انقدر پول پرست اما حادثه اونقدر بزرگ بود که به این سادگی ها یخ نمیکردم و از جوش و خروش نمیافتادم. دلم میخواست پول داشتم هر چی مجله بود میخریدم و به هر کس که از اونجا رد میشد یه دونه میدادم همینجوری مجانی ولی کو پول به قدرتی خدا حتی برای خریدن یه دونهشم پول نداشتم هر چی پول تو دست و بالم بود رفته بود بالای عکس و تم رو پاکت به روزنامه فروش گفتم اموجون جون تا مجله برام نگردار تا یه ساعت دیگه بر میگردم برگشتم اومدم خونه مثل تیر می دویدم. خوشحال و سر کیف بودم و روپان بند نبودم به خونه که رسیدم بیبی بی گفت برو یه خورده تنباکو بخر بیار حالا سرم شلوغه تنباکو باشه بعد سرم شلوغه این چی؟ معلوم هست که تو روزا چی کار میکنی؟ کجا میری؟ تا معقول کاری برای خودت پیدا میکردی پول و پلهی در میوردی چشم هم بزنی تابسون گذشته میخواستم بگم که چه اتفاقی افتاده و چه جوری روزگارم عوض شده اما جلوی زبونم رو گرفتم میخواستم تا وقتی چشمم به شعر و عکسم نیفته حرفی نزنم اگه میگفتم پول بده میگفت پول میخواد چیکار و زیر زبونم رو میکشید تا بروز نمیدادم و هم ولم نمیکرد این بود که رفتم سراغ ساعت کهنه ای که دایی برام خریده بود و همیشه خدا خراب بود ورش داشتم هر جور هست آبش کنم و ترتیب مجله رو بدم ساعت رو بردم دم دکونی که اهل برداشتن اینجور چیزا بود خلاصه ساعت رو به پول نزدیک کردم و هفت تومن گرفتم صاف رفتم دم روزنامه فروشی یارو تا از دور منو دید اخماشو کشید تو هم جوری نگاه میکرد که یعنی واسه که اومدی ولی چشمش که به پول افتاد شل شد دوازده تو مجله داشت همه رو خریدم به شیش تومن دونه پنج قرون روزنامه فروش پاک مات مونده بود تا اون وقت همچین مشتری خولی ندیده بود مجله ها رو زدم زیر بغلم و دویدم تو پیچ کوچمون کنار دیوار نشستم اونا رو دونه دونه ورق زدم که ببینم شعر عکسم توی همشون هست یا نه توی همشون بود خیالم تخت شد بلند شدم و تا خونه دویدم مجله ها رو گذاشتم روی اختون پشت پرده یکیشون رو ورداشتم اون صفحه ای که عکس و شعرم توش بود باز کردم و رفتم گذاشتم جلوی بیبی بیبی پای هاون نشسته بود و داشت گوش میکوبید که شامی درست کنه بهش نگفتم که چی به چیه خواستم خودش ببینه رفتم تو درگاه اتاق نشستم و دستم و زدم زیر چونم نگاش کردم که ببینم چی میشه بیبی مجله و عکس نگاه نکرد خیال میکرد چیز معمولیه هی هرس خوردم بالاخره طاقتم تاق شد و گفتم بیبی مجله رو نگاه کن گفت همون که تو نگاه میکنی کافیه من که سواد ندارم اینا به درد من نمیخوره بی بی نگاه کن ضرر نمیکنی یا ببین عکس کیو چاپ کردن عکس هر کیو چاپ کردن به من مربوط نیست حتی اگه عکس من باشه عکس تو رو چاپ کنن که چی بشه یهو از کوره در رفتم بلند شدم و عکسمو گرفتم جلوش ببین بی انصاف ببین من چی شدم این عکس منه اینم شعر منه که زیر عکس چاپ کردن بیبی بی, بی با پشت دست چشماشو مالید سرشو جلو آورد چشماشو دروند که خوب ببینه مجله رو بردم جلو خدا بیامرز خنده بی صدایی کرد و گفت این عکس توه بله بله عکس منه دیگه کار تموم شد شاعر بودم شاعرتر شدم با حروف چاپی شعرم و چاپ کردن کجا هستن اونایی که میگفتن مجید چیزی نمیشه بعد بیبیو بغل گرفتم چشمان پر از عشق شد صورتشو بوسیدم و گفتم بذار شعرم و برات بخونم نمیدونی مردم بعد از این برای من چی کار میکنن شعرم رو برای بیبی بی خوندم بیبی بی گفت حالا بابت این پول مولی هم بت میدن که زندگیت چرخه. پول چیه بیبی؟ بی؟ آدم که نباید همه چشش به دنبال پول باشه این افتخاری داره که میارزه به تموم پولای عالم اینقدر آدم پولدار هست که آرزو دارن عکسشون تو مجله چاپ بشه فقط وقتی مردن عکسشون رو چاپ میکنن ولی من در زمان زندگی و اوج نوجوانی عکس و شعرم رو چاپ کردن کجای کاری بیبی؟ بی؟ این یعنی رفتن تو ابرا آسمونا کنار ستاره ها پول چیه بیبی؟ بی؟ وقتی بیبی بی بو برد که پول و پلهی دستم نمیگیره یه خورده اخماشو کشید تو هم اما بروم نیوورد شاید حیفش می اومد که بزنه تو زوغم راستش ته دلش خوشحال شده بود ولی به روی خودش نمی اوورد مجله رو ورداشتم و دور حیات خونه را رفتم و هی شعرم و بلند بلند بلن برای خودم خوندم و عکسم و نگاه کردم که داد بیبی در اومد این مجله رو بذار کنار برو نون بخر تنباکو بخر چه حرفا میزنی بیبی بی خریدن نون و تنباکو دیگه کار من نیست گذشت اون روزا پریدم تو اتاق چند تا مجله ورداشتم و زدم زیر بغلم و اومدم از در اتاق بیرون یهو یادم اومد که نکنه آدمایی مزاحم و بیکار دورم جمع بشن و نذارن راحت بیام برم برگشتم کتم و پوشیدم یقش رو زدم بالا عینک دودی دست شکسته ای که دو طرف شیشش چرم بود و مال پدر بزرگ بود ورداشتم و زدم به چشمام کلاه لبداری هم گذاشتم سرم جلوش رو اووردم پایین که پیشونیم بگیره جلوی آینه ایستادم خودم و تو آینه دیدم و مطمئن شدم که کسی منو با اون ریخت و قیافه نمیشناسه چون با عکس تو مجله کلی توفیر میکرد به هر حال با همون ریخت و لباس مجله ها رو زدم زیر بغلم و از در خونه زدم بیرون هرچی بیبی بی گفت کجا میری تو این گرما اونم با این ریخت به روی خودم نیوردم تو کوچه که میرفتم بعضیا می ایستادن و نگاه میکردن پیش خودم گفتم هر کارم بکنی بازم مردم تو رو میشناسن حالا خوبه که جلو تو نمیگیرن عجیبه مثل اینکه امروز همه مردم اون مجله رو خوندن و عکسمو دیدن تون تون میرفتم و به چپ و راستم نگاه نمیکردم اهل سلام علیکم نبودم صاف رفتم دم خونه سلیمی شاعر شهر که یه بار شعرمو خونده بود و گفته بود چنگی به دل نمیزنه خواستم در بزنم نزدم عوضش مجله رو باز کردم و جوری که عکس و شعرم نمودار باشه یواش از زیر در خونهشون فرستادمش تو مثل تیر در رفتم بالاخره مجله و عکس و سایر غذایا رو میدید و میفهمید که نباید منو دست کم بگیره بعد رفتم دم خونه خواهرم دم در عینک و کلاهم و ورداشتم رفتم تو خواهرم داشت کهنای بچهش رو میشست سلام و احوال پرسی کردم مجله رو گذاشتم تو اتاق کنار سینی استکان نلبکیاش تا ببینه و بفهمه که اوضاع از چه قراره خداحافظی کردم و اومدم بیرون هر چی تعارف کرد که بنشینم گفتم کار دارم بعد رفتم دم خونه معلم ریاضیمون مجله رو انداختم از زیر در خونشون تو تا حساب دستش بیاد که وزم از چه قراره خلاصه سه چهار ساعت با کلاه و عینک و مجله های زیر بغل تو کوچه ها و خیابونا گشتم سر پیچ هر کوچه و خیابون وایستادم عینکم و ورداشتم شعرم و بلند بلند برای خودم خوندم عکسم و نگاه کردم و کیف کردم گاهی تند میرفتم و گاهی یواش دنیا برام عوض شده بود حتی آفتاب داغ تابستون داغ و سوزنده نبود ملایم بود سبک بودم انگار تو آسمون روی ابرا را میرفتم زمین زیر پاهام نرم و صاف بود ای تو تشک کفشم پامو نمیزد چال چوله ها رو نمیدیدم کوچه ها تنگ و دراز و پیچ و پیچ نبود دیوارای کاهگلی ترک خورده و کج و کله نبود چشمم درای کوچیک و شکسته پکسته چوبی رو نمیدید آدما لاغر و سیاه سخته و بد اونق نبودن همه چیز از پشت شیشه عینک آبی و قشنگ بود همه چیز با روزای پیش فرق کرده بود آدم دیگه ای شده بودم آدمی که با روزای پیش کلی فرق داشت شعرشو با حروف چاپی چاپ کرده بودن و عکسش هم زده بودن بالاش اتفاق کوچکی نبود همونجور که میرفتم چند تا مجله از زیر در خونه آشناها و قم و خیشای دور و نزدیک انداختم تو که ببینن و هوای کار دستشون بیاد به خونه که اومدم رفتم جلوی آینه تو آینه شاعری مشهور رو میدیدم که از خوشحالی نمیدونه چه کنه نهار خورده و نخورده پا شدم بیبی بی گفت چند تا دلف آب بکش بری تو آبش پایین رفته اخمامو کشیدم تو همو گفتم چند بار بگم گذشت اون روزایی که آب از شام کشیدم اگه مردم بفهمن آبرو میره مگه کار بدی میکنی که آبروت بره جوابشو ندادم کلاه و عینک و مچله ای رو ورداشتم یواش از در خونه زدم بیرون دم در صدای بیبیو شنیدم که گفت کجا داری میری لاقل چرخ تو ببر بده درست کنن و بعد زیر لب گفت از صبح که عکسش رو تو مجله دیده پاک دیوونه شده تو کوچه میرفتم خوشحال مغرور پیروز و سرکیف میرفتم خونه خواهرم که نتیجه کار رو ببینم ببینم وقتی منو میبینه چه میکنه خواهرم که در و باز کرد تو صورتش نگاه کردم نگاش اصلا با روزهای پیش فرقی نکرده بود مثل همیشه گفت خوش اومدی بیبی بی چطوره رفتم تو مجله سر تاخشه بود عینک و کلامو که زیر بغلم بود گذاشتم کنار نشستم خواهرم و نگاه کردم که داشت بادمجون سرخ میکرد دلم میخواست حرف بزنه از مجله و عکس و شعر بگه ولی لب از لب وا نکرد خودم حرف و پیش کشیدم مجله ای که براتون آورده بودم دیدین تازه یادش اومد گفت مجله رو برای ما آورده بودی من خیال کردم مال خودته یادت رفته ببریش مال شما بود نگاش نکردین کی حال و حوصله مجله خوندن داره اینقدر گرفتارم که نگو بعد نبود نگاهی بهش میکردین شاید چیزی توش باشه که وقتی ببینین تعجب کنین و بعد خوشحال بشین مثلا چی توش باشه؟ بلند شدم مجله رو از سر تاخشه ورداشتم عکس و شعرم و نشونش دادم صورتش رو نگاه کردم خیلی عادی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده لبخندی زد و گفت مبارک باشه ولی عوض این کارا بهتر درس تو بخونی بیشتر به دردت میخوره یخ کردم نشستم سر جام پشتم و دادم به دیوار توی آن از خواهرم بدم اومد ولی به روی خودم نعی وردم و گفتم نمیخواین مجله اینجا باشه آمیز کمالم ببینه و همسایه ها نشون بدین همینجور که با هم حرف میزدیم آمیز کمال از در خونه اومد تو چند تا کتاب قدیمی و کلوف زیر بغلش بود بلند شدم و سلام کردم آمیز کمال جواب سلامم و داد کتابا رو گذاشت سر تاخچه نشست با من چاخ سلامتی کرد دلم میخواست خواهرم جریان عکس رو به اون خبر بده اما چیزی نگفت فقط گفت میخواست یه خورده میوه بخری بیاری تابستون گلومون خشک میشه یه کسی هم که از در میاد تو چیزی نداریم جلوش بذاریم خجالت میکشیم آمیز کمال جوابشو نداد سماور روشن بود رفت برای خودشو من چای ریخت و آورد و گفت خب چه خبرها مجید مجلهی که کنار دستم بود دادم دستش یه نگاهی به این بندازین مجله رو گرفت معلوم میشد از مجله بدش میاد براش چیز سبک و لوس و وقتگیری بود اگه تو رو دربایسی گیر نکرده بود بهش دست نمیزد ولی به خاطر من ورقش زد و سرسری نگاش کرد قند تو لپم بود و دل تو دلم نبود کله میکشیدم نگاهی به صفحه های مجله و نگاهی به صورتش میکردم خدا خدا میکردم که زودتر به عکس و شعرم برسه تا صفحه آخر نفسم و تو دلم نگه داشتم تموم مجله ورق زد و گذاشت کنار و رفت سراغ استکان چای سرم داغ شده بود عجب یعنی عکس رو ندید؟ روم نمیشد بگم که قضیه چه قراره اما خواهرم به دادم رسید و گفت عکس مجید و انداختن تو مجله شعرشم چاپ کردن از خواهرم خوشم اومد زود مجله رو ورداشتم ورق زدم شعر و عکسم و نشون آمیز کمال دادم نگاهی به عکس انداخت بغل ریشش و خارون شعر و سرسری خوند و پوسخندی زد و گفت عجیبه که من ندیدم خوب خوب انشالله که معروف میشی برای اول کار بد نیست اما نباید دل تو به این چیزا خوش کنی وقتی انشالله به سن کمال رسیدی میفهمی که خیلی هم چیز مهمی نبوده البته باید بیشتر مطالعه کنی زیادم در بند چاپ کردن شعرات نباشی تا پخته و مسلط بشی این مجله ها جوونا رو اینجور خراب میکنن هرچی آمیز کمال بیشتر حرف میزد دلم بیشتر خالی میشد هر کلمش مثل پتک میخورد تو کلم یواش یواش بادم خوابید بلند شدم خدافزی کردم مجله و کلاه و عینکم و برداشتم و اومدم بیرون رفتم دم خونه آقای سلیمی شاعر که نتیجه کارم رو ببینم از زیر در خونشون نگاه کردم و دیدم مجلهی که صبح از زیر در انداخته بودم تو نیست خوشحال شدم که استاد مجله رو دیده و لابد حال هوای کار دستش اومده دلم میخواست برم تو و از زبون خودش بشنوم که چی دیده و مزه دهنش چیه ولی روم نمیشد در خونه وایستاده بودم که اومد بیرون لباس مشکی مرتبی پوشیده بود و مثل همیشه سیگاری لای انگشتش بود رفتم جلو سلام کردم و همراش را افتادم نگاش معمولی بود چاره ای نبود میباس خودم حرف رو پیش بکشم گفتم آقای سلیمی مجله ای که از زیر در خونه تو انداختیم تو دیدین گفت مجله رو تو انداخته بودی بچه ها خیال کردن مال همسایه است که اشتباهی انداختند تو خونه ای ما اونا اهل مجله هستن خب چیکارش کردین؟ هیچی بردن انداختنش تو خونهشون اونا مسافرت هستن یکی از مجله هایی که زیر بغلم بود ورق زدم و شعر و عکسم و نشونش دادم و گفتم آورده بودم که شما اینو ببینین عکس و شعرم رو نگاه کرد پوکی به سیگار ایستد و گفت خوبه خوبه انشالله موفق باشی نظرتون چیه؟ همیشه گفتم استعداد داری اما شعرت پختگی نداره ایبایی داره که باید رفت بشه آقای سلیمی میرفت مجلس ختم دنبالش رفتم پدر یکی از شاعران ولایت رفته بود اون دنیا خونه شاعر پدر مرده خیلی شلوغ بود همه گوش تا گوش نشسته بودن خیلیاشون یا شاعر بودن یا دوستار شعر منم قاطیشون شدم چی از این بهتر؟ مردی که صحبت میکرد چند بار به حال و هوای مجلس اشاره کرد و گفت در این مجلس که همه اهل علم و فضیلت هستند و اکثر دانشمند و شاعر می باشند از حرفاش خوشم اومد بالاخره منم تو اون مجلس بودم و شامل شعرا و دانشمندان شهر می شدم یکی دو بارم کله کشدم که منو ببینه و شاید بگه همه اهل علم و فضیلت هستند غیر از این یارو اما چیزی نگفت به امتحانش میارزید فقط کمی اخماشو کشید تو هم که یعنی درست بشین انقدر کله وامونده تو از لای جمعیت نیار بیرون بعد تو دلم گفتم لابد عکس و شعر منو تو مجله دیده و همینجوری علکی حرف نمیزنه از مجلس ختم که می اومدم حتم داشتم که کار تمومه و رفتم قاطی بزرگان و دانشمندان و شاعران شهر به خونه که رسیدم پیله کردم به بیبی ما دیگه نمیتونیم تو این خونه زندگی کنیم باید اینجا رو بفروشیم بریم جای دیگه اوقات بیبی بی تلخ شد مگه این خونه چه بی داره؟ حیف نیست که ما تو این محله زندگی کنیم یه مش آدم بی سواد و بی تو این کوچه جمع شدن و ما باید با اینا سلام علیکم آمد و رفت کنیم نمیدونی بعد از زوری کجا رفتم و چی شنیدم و بعد جریان مجلس ختم و براش گفتم و خبرش کردم که شب بعد باید برم جلسه شعرا بیبی بی اوقاتش تلخ شد غر زد فوش و کشید به مجله و عکس و شعر و باقی و اوزا و احوال که از این گوشم گرفتم و از اون گوشم در کردم شب بعد تو جلسه شعرا بودم نشستم بغل آقا سلیمی چند تا مجله هم روی زانون بود شاعران تک تک شعراشونو میخوندن و بقیه به به میگفتن یا ایراد میگرفتن هیچ کس به من مجال نمیداد که شعرمو بخونم بعضیا شعراشون درباره استانداری بود که تازه وارد شهر شده بود و دو نفرم در مورد پیاز شعر گفته بودن که اون روزا در شهر نایاب شده بود دلم میخواست منم شعری بخونم که باب مجلس باشه این بود که فلفور چیزی سرهم کردم و نوشتم روی کاغذی یواش به آقای سلیمی گفتم یه کاری بکنین که منم شعرامو بخونم آقای سلیمی صداشو بلند کرد که بذارین این نوجوونم شعرش رو بخونه دلش خوش باشه شاعران خواهناخواه به من فرصت دادن راستش دلشون نمیخواست وقتشون با چرت و پرتای من گرفته شه قیافم داد میزد که چیزی تو چنته ندارم و بی خودی خودم و قاطی اونا کردم بالاخره نوبت من شد سینه صاف کردم و خوندم پیاز گم شده ای وای ز خطه ی کرمان بیاورید زهرجا، ولو ز جاده ی ماهان مرا دعاست بر جناب و استاندار که مرحمت به نمایت به بنده یک خروار چندتایی از شاعران زدن زیر خنده و چندتایی هم اخمشون رفت تو هم که چرا حرمت مجلس محترمشون رو با شعر غلط و لوسم پایین آوردم خواستم شعری که تو مجله چاپ شده بود براشون بخونم فرصت ندادن و رفتن سر شعره خودشون از همون شعر پیاز دستگیرشون شد که چیزی بارم نیست آخر شب وقتی از جلسه شعرا می اومدیم به زور از آقای سلیمی قول گرفتم هر وقت کتاب شعری چاپ کردم اولش بنویسه که من خوب شعر گفتم تا آبرویی کسب کنم و مردم کتابم و بخرن به خونه که اومدم آخر شب بود بیبی بی دلش هزار راه رفته بود گفت خجالت نمی کشی تا این موقع شب تو کوچه ها و خیابون ها ول می گردی گشتم بود چند تا شامی با تکه نون زدم و رفتم تو رخت خواب. مجله ایرم با خودم بردم و باز شعرم و برای خودم خوندم و عکسم و نگاه کردم پیش خودم گفتم اینجوری نمیشه باید کاری کنم که همه بدونن چه اتفاقی افتاده اگه نجنبم شعر و عکس پاک از یادشون میره و هرچی رشتم پنبه میشه باز میشم همون مجید یه ما پیش فکر کردم تا مجله به بغل خوابم برد روز بعد باز با بیبی بی سر خرید نون و تنباکو و آب کشیدن از چاه و درست کردن چرخ معرکه داشتیم بالاخره هم مجله رو زدم زیر بغل و از در خونه رفتم بیرون به دعویس تو خونه سر زدم و گفتم بعد از ظهر نزدیک غروب یه نوک پا بیا این خونه ای ما چند تا مهمون داریم میخوایم شما هم باشیم پنج تا شم خریدم و بردم خونه پنهون از بیبی بی. بی. میخواستم بسات اون شب و جور کنم رو همین حساب شهرت و اعتبار تازه به دست اومده رو حدود دو ساعت و 25 دقیقه گذاشتم کنار و رام شدم رفتم برای بیبی بی نون و تنباکو خریدم انگور فراونی هم خریدم که صدای بیبی بی در اومد انگور میخواستی چیکار؟ اونم اینقدر گفتم لازم میشه شاید مهمونی کسی اومد یواشکی به قند و چایی سر زدم که ببینم به قدر کافی هست یا نه اتاق و جمع و جور کردم و حیات خونه رو آب و جارو کردم بیبی بی داشت از تعجب شاخ در میورد که چرا یه اون متواضع شدم و به فکر خونه و زندگی افتادم نیم ساعت مونده به غروب اول سر و کله کوکب خانم و عروسش پیدا شد وقتی داشتن با بیبی بی سلام علیک میکردن از در خونه زدم بیرون حتم داشتم که اگه اونجا باشم قضیه رو میشه رفتم سر کوچه تا وقتی خوب همه مهمونا اومدن آفتایی بشم سر پیچ کوچه اون دورا وایستادم و دونه دونه مهمونا رو زیر نظر گرفتم آقای عبداللهی و زن و بچهاش آست حسین و زن و پسر و دختر بزرگش افت خانوم و خواهرش و داشت هوا تاریک می شد که اومدم خونه رفتم سراغ بیبی بی که تو کار جفت و جور کردن چایی بود چشمش که به من افتاد میخواست بپره چشمامو از کاسه در بیاره برای اینکه اون همه آدم جور و جور رو ریخته بودم سرش خبر نداشت چی به چیه ولی جلوی مهمونا جیکش در نمی اومد خدا بیامرز رو درباسی داشت و میترسید اگه با من دعوا کنه مهمونا ناراحت شن هرس می خورد و هی چشم قره می رف. کمکش کردم انگورا رو شستم بردم تو اتاق مهمونا هم دست کمی از بیبی نداشتن هی همدیگر رو نگاه می کردن و لابد پیش خودشون می گفتن یعنی چه؟ چرا ما رو اینجا جمع کردن؟ بالاخره بیبی و صدا کردم تو ایات زیر گوشش گفتم تو رو خدا آقا تلخی نکن جوش نزن من اینا رو دعوت کردم که براشون شعرمو بخونم و عکسمو ببینن هم برای تو افتخاره هم برای من اینا باید بدونن که ما چی شدیم ولی روم نمیشه تو برو بهشون یه چیزی بگو تا حالیشون بشه و از چه قراره بیبی بی همون جور که هرس میخورد و میخواست کلمون بکنه گفت غلط کردی بی اجازه من مردم رو کشوندی اینجا مردم هزار جور گرفتاری دارن شعر میخوان چی کار عکس تو ببینن که چی بشه خودتو میبینن برای هفت پشتشون بسته برو تو آینه رنگ و حالتو نگاه کن شدی عین روباه قشو کرده خجالت بکش دستشو ماش کردم و گفتم حالا کاریه که شده رنگ و حالم اتفاقا درسته درسته بیشتر نویسنده ها و هنرمندا و شاعران رنگ و حالشون اینجوریه زرد و لاغر و تکیده با چشمای گود رفته از بس فکر میکنن و چیزی نمیخورن خوب آدم مثل پولدارا خنگ چاق و چنبه باشه تو رو خدا به روی منو نبر یه خورده نرم شد و رفت و اتاق و آیسا جلوی مهمونا و نطخ کرد نمیدونم خبر شدین یا نه عکس مجید و تو مجله انداختن پریدم و مجله‌ای برداشتم کنار بیبی بی وایس بی بی رو صفحه‌ای که توش عکس و شعرم چاپ شده بود نشون مهمونا دادم بیبی بی دنباله حرفشو گرفت مجید خیلی زحمت کشیده خیلی کتاب میخونه همش مینویسه و میخونه الان دو شبم هست که میره به مهمونی شاعرا و دیر خونه میاد کلی ازش تعریف کردن خیال داره کتابی چاپ کنه آدم مهمی رو هم پیدا کرده که اول کتابش بنویسه خوب شعر گفته تا مردم کتابش بخرن خب دیگه منم خیلی پاش زحمت کشیدم میدونین که تربیت کردن بچه اونم دست خالی کار سختیه البته خدا هم کمک کرده انشالله همین جوری که پیش میره دست شایی بند میشه و مای کلی حقوق میگیره و پولدار میشه تو دلم گفتم بیبی بی حرف پول و حقوق و بیخودی پیش کشیدی بیبی بی هر چه به زبونش میومد میگفت ساده و بی پیله بود حرفش که تموم شد چندهایی از مهمونا گفتن باریکلا باریکلا الحق که یه چیزی میشه فوری رفتم سراغ شما شما رو تو سینی و نلبکی روی تاخچه ها گذاشتم و روشن کردم بچه ها از شما خوششون اومده بود ولی بزرگترا با تعجب نگاه میکردن چراغ رو خاموش کردم که بچه کوچیک آقای عبداللهی وحشت کرد و بنا کرد به گریه کردن اوزا رو به هم زد مجبور شدم دوباره چراغ رو روشن کنم میخواستم تو نور شم شرم بخونم که بچه زد تو زوغم خلاصه فوری پالتوی کهنه پدر بزرگ و پوشیدم که این عکس تو مجله باشم یکی از شما رو گذاشتم تو نلبکی و روشن کردم و دادم دست بیبی بی که کنارم بیسته و نورشو بندازه روی شعر صرفهی کردم و شعری که تو مجله چاپ شده بود با صدای کشدار و سوزناک خوندم درخت غم درونم کرد کرده ریشه زدم زانو بغل مثل همیشه تو که یار منی دستم نگیری دلم بشکسته است مانند شیشه زیر چشمی دختر آقای عبداللهیو که به شعر و داستان علاقه مند بود نگاه کردم تا تأثیر شعرم و در او سایرین ببینم و بعد رفتم سراغ شعر دیگه مرا دیدی نپرسیدی ز حالم نگفتی روز و شب اندر چه کارم بدیدی چشم من در اشک ماتم نپرسیدی ز حال و روزگارم کم کم رفتم سراغ شعرهای چاپ نشده و روی دستم مونده هرچی شعر ظرف سالا گفته بودم خوندم گوشای خوب و مفتی گیرم اومده بود نصف بیشتر دفتر شعرم خوندم که حوصله مهمونا سر رفت بچه هم اتاق گذاشته بودن رو سرشون بالاخره مهمونا راضی و ناراضی انگور و چای خورده و نخورده دونه دونه خداحافظی کردن و رفتن و دست آخرم چهار نفرشون که راهشون دور بود و چند تا نهارم به دهکارشون بودیم شام افتادن گردن بیبی بی. خدا بیامرز افتاد تو زحمت روز بعد که خواستم باز کلاه و عینک و وردارم و مجله ها رو بزنم زیر بغل برم از خونه بیرون بیبی جلومو گرفت امروز دیگه کجا میخوای بری؟ الان چند روزه که میگم یه خورده آب بکش بری سر حوز به روی خودت نمیاری گذشت اون روزا بعد از این من باید بیبی بی نزاش حرفم تموم شه مجله ها رو از زیر بغلم کشید یکیشون جر و جر کرد و گفت خدا زلیلشون کنه که تو رو از را بدر کردن امروز سه روزه که پاک از این رو به اون رو شدی چیه که خودتو گم کردی؟ با اون عکس و شعر و میرت خم شدم و باقی مجلار ها رو ورداشتم و از در خونه زدم بیرون اومد سر کوچه داد کشید دیگه خونه بر نگردی اگه اومدی هم من میدونم و تو برو پیش همون شاعرها و هنرمندا به روی خودم نعی بردم. سر کوچه عینکم و زدم به چشمام کلاه و گذاشتم سرم یقه کتم و زدم بالا راه افتادم از کوچه گذشتم رفتم تو خیابون از جلوی دکونا رد شدم از این خیابون به اون خیابون رفتم و زیر چشمی از بغل شیشه و کنار دسته عینک نگاه کردم که ببینم چقدر مورد توجه مردم قرار گرفتم رفتم تو بازار رفتم دم بسات روزنامه فروشی که نگاهی به روزنامه ها و مجله ها بندازم ببینم باز خبری از عکس و شعر هست یا نه روزنامه فروش تا چشمش به من افتاد توپیت بهم که باز سر و کلت پیدا شد اگه دست به مجله و روزنامه ها زدی نزدی مگه تو کار زندگی نداری عینک و کلاه هم برداشتم و گفتم مثل اینکه یادت رفت من همونم که عکس و شعرم تو مجله چاپ شده بود شده بود که شده بود میگی چیکار کنم بذارم رو سرم حلوا حلوات کنم برو بزار به کاسبیمون برسیم تو دلت خوشه من دل و دماغ ندارم مجله روزنامه این میخوای بخر نمیخری خلوت کن بعد جوری تو زوغم زد برگشتم کاسبا رو تک تک نگاه کردم همه سرشون به کارشون گرم بود کفش دوز میوه فروش قنات نونوا پارچه فروش جلوی هر کدومشون وایستادم سرشو بلند نکرد که بگه خرت به چند انگار که شاعری و شهرتی نبوده و نیست کلاه و عینکم و ورداشتم آفتاب داغ بود و مخمو و می سوزند. میونه میون روز ره گذران می اومدن و از کنارم رد می شدن همشون اخمو بودن و بعضی هم با خودشون حرف می زدن بچه این نق می زد و دنبال مادرش میدوید و بادکنک میخواست. گدای کوری به تنه زد و فوش داد که مگه کوری چرا جلوی راهم هم وایستادی؟ مردی کنار پیاده نشسته بود تو قفسی خرگوش داشت سقف قفس کوتاه بود گوشای بلند خرگوش کج شده بود دلا شده بود خرگوش با چشمای تیز و وحشی و غمگین نگاهم میکرد سرمو برگردوندم سلیمی شاعر رو دیدم پنج تا نون زده بود زیر بغلش و نفس نفس میزد میرفت خونه بر پیشونیش عرق نشسته بود سلام کردم سرسری جوابم و داد و تند رد شد ازم فرار کرد لابد خوش نداشت به حرفش بکشم و از شعر چیزی بگم از خودم بدم اومده بود نزدیک ظهر بود گشنم شده بود از جلوی دکون نونوایی که رد شدم بوی نون تازه خورد به دماغم هوس نون کردم مردمی که تو صف نون ایستاده بودن بر نگام کنن زنی هم که نون خریده بود و میرفت تعارف نکرد لغمه نون از کناره نونش بکنم پسر بچه ای از کنارم رد شد مجله رو زیر بغلم دید از عکس هنرپیشه زنی که رو جلد مجله بود خوشش اومد پرسید مجله ها میفروشی؟ از زبونم در رفت و گفتم بله میفروشم دونه پنج قرون گفت دونه ای سه قرون میدی یه دونه بده به من گفتم مال تو مجله رو دادم سه قرون گذاشت کف دستم گفتم عکس و شعر منم توشه و من نشونش دادم چند بار صورتم و عکس توی مجله رو نگاه کرد و مقایسه کرد پوسخندی زد شایدم باور نکرد سه قرون دادم و نونی خریدم و نرم نرمک برگشتم خونه یواش اومدم و از کنار نون ذره ذره خوردم گرما بیداد میکرد کفشم پامو میزد تشنه بودم به خونه که رسیدم بیبی بی داشت سر حوز رخ میشوز آب حوز پایین اومده بود بیچاره تا کمر خم میشد تو حوز کاسه کاسه آب برمیداشت و میریخت تو تشت رخت سلام کردم جوابمو نداد مجله و عینک و کلاه و باقی مونده نونو گذاشتم سر تاخشه اتاق پریدم پشت چرخ چاه بنا کردم به آب کشیدن از سر سطل اولی آب خونک فراوونی خوردم و بعد آب سطل رو ریختم تو حوز شعر تو سرم میجوشید ولم نمیکرد.